درود فروان خدمتتون عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز یک شنبه 14 اسفند ماه، در حالی که دلار امروز روند کاهشی، البته با روند خیلی آرام کاهشی را ادامه داد، بورس تونست خودش کم جمع و جور بکنه و شاخص کل 0.4% مثبت شد. شاخص کل هموزن عملکرد خیلی بهتری را داشت و سهام های کوچک امروز تونستن 0.9% برای شاخص هموز را رقم بزنن. همونجور که مشاهده میکنین، نقشه پایانی هم تقریبا یک نقشه قابل قبولی هستش. این را فراموش نکنید که ما الان در یک حدود 1.8 میلیون در شاخص ایستادیم، یعنی شاخص کل ما امروز 1.795 میلیون بود، در حدود 1.8 میلیون، و خب پدیدار شدن چنین نقشه‌ای میشه گفتش که جای امیدواری را برای ما بیشتر میکنه که روند صعودی بورس در سال آینده بتونه ادامه دار باشه، با توجه به اینکه فشار فروش‌ها کمتر شد نسبت به روزهای قبل. یکی دو روزی بودش که یه مقداری فشار فروش زیاد شده بود. یه جورایی شاید بهتون بگم خیلی‌ها در کمینن که بخرند، خیلی‌ها در کمین خرید هستن این چند روزه، و مانند سالهای قبل ما احتمال میدیم که از نیمه اسفند به اون طرف اوضاع بورس بهتر هم بشه. همونجور که این موضوع رو من از بهمن ماه خدمتتون عرض کرده بودم، در هر حال فردا نیمه اسفند هستش و امروز یه مقداری این قضیه برای ما دلگرم کننده بود. همونجور که مشاهده میکنید حتی فلزات اساسی هم امروز خیلی قرمز نبودن، البته خب سبز هم نبودن، بیشترشون خاکستری و برخی هم قرمز، سبز خیلی کم داخلشون وجود داره. اما خب همونجور که چند روز گذشته صحبت کردیم، ما تجربه این که قیمت دلار پایین اومده و مصوبه‌ای که برای فلزات اساسی گذاشتن، احتمال این بود که بیشتر از این حدا اینها بیان پایین، ولی همین که خودشون تونستن حفظ بکنن، یه جورایی بازار حفظ شده. پتروشیمی هم همینجور، پتروشیمی ها فرآورده‌های نفتی هم امروز اغلب خاکستری هستند. خودرویی ها باز روز خوبی رو پشت سر گذاشتن، دو روز متوالیه که خودرویی ها تقریبا حال روزشون خوبه. نمادهای کوچکتر هم همینجور که میبینید سبز کوچیک کوچیک زیاد داریم این وسط ها، و خب همینا میشه گفتش یه مقداری بازار را مثبت کردند و احتمال داره که یه مقداری توی چند روز آینده نمادهایی که توی این مدت کمتر رشد کردن شاهد رشد بیشتری باشند و پول بیشتری بهشون وارد بشه. در هر حال فعلا شاخص کل و شاخص کل هموزن تقریبا وضعیت خوبی دارن و الگو ساعتی هامون امروز خیلی چنگی به دل نمیزنن. چند تا الگو ساعتی هست که اینجا لیستش رو مشاهده میکنید. نمادهایی که قدرت خریدار 6 برابری نسبت به فروشنده داشتن، البته از نوع حقیقی هر دوتاش را مشاهده میکنید که تقریبا دو صفحه نماد هست اونایی که این اتفاق برشون امروز افتاد، و از بین اینها این 6-7 نماد هم 6 نماد هستش با حجم بهتری مواجه شدن. کماکان فیلترهایی که دیروز روشن شدند روشن هستند، یعنی نمادهایی الان داریم که آخرین قیمتشون کمترین قیمت یک ماه اخیرشون هستش، نمادهایی که به کف کانال خودشون رسیدن. این هم نمادهای صعودی کوچک با افزایش حجم، دو نمادی مشاهده میشن، تعداد زیاد نشده، ولی پدیدار شدن این فیلترها، روشن شدن این فیلترها خودش نشونه اینه که نمادهایی هستند که پتانسیل صعودی شدن رو در روزهای آینده دارن. نمادهای صعودی بعد از اصلاح رو مشاهده میکنید. سهامی که به کف ماهیانه خودشون برخورد کردن، و خب خیلی وقتمون ما همچین چیزی را مشاهده نمیکردیم، و جالبه که علارغم اینکه شاخص کل خیلی فاصله داره تا کف خودش، و یا شاخص کل هموزن هم همینجور تا کف ماهیانه خودش منظورمه فاصله زیادی دارند، این فیلترها روشن شدند. خیلی وقتی بود اینها روشن نمیشد، الان دو روزی هست که میبینیم بالاخره نمادهایی هستند که توی این یک ماه خیلی
افت شدیدی رو تجربه کردن قطعا و به کف رسیدن و خب همینا پتانسیل رشد را شاید بیشتر از نسبت به دیگران، یا اینکه ریسک پذیری کمتری داشته باشه، البته باید بررسی بشه. این نیستش بریم حتما خرید بکنید. من لیستا رو برای شما میذارم که اگه خواستین از داخلش نمادی رو پیدا کنید بتونید کار انجام بدید. نمادی که صف فروششون جمع شد و گارد صعودی شدن گرفتن و نمادهایی که برای فردا پیش بینی میشن، البته هنوز تعدادشون زیاد نیست. نمادهای فردامون احتمالاً شاید فردا هم اونجوری که مدلمون میخواد بورس حرکت نکنه. حتی من خدمت شما عزیزان عرض کردم ما هنوز هم جای اصلاح داریم، یعنی میتونه به نظر من تا اینجاها تا 1700 هم اصلاح رو داشته باشه و بعدن حرکت رو شروع کنه، یا اینکه یک اصلاح زمانی رو داشته باشیم. یعنی حالا این اصلاح دو روزه که وجود داشته اون قطرها قدرتمند نیستش که بگیم بلافاصله میتونه یه حرکت صعودی خیلی شارپی خوب پدیدار بشه، علارغم اینکه درها ما انتظار رو داریم که از 15 اسفند به این طرف شاهد حرکت خوبی هم در بورس باشیم. خب دو صفحه تقریبا نمادی داریم که RSI‌ش زیر 20 هست و قطعا این نمادها هم شاید ریسک پذیری بهتری داشته باشن برای ورود. لیستشون رو اینجا مشاهده میکنید، نمادهایی که RSI بالاتری دارن، بالای 80 دارن و قطعا اینها ریسک پذیری بیشتری دارن الان برای ورود و شاید خطر اصلاح بیشتر در اینها وجود داشته باشه. البته همیشه این گونه نیست، بعضی وقتا هم RSI میفته بالای 80 و مدت ها ادامه پیدا میکنه و رشد خوبی انجام میشه. یعنی نمیتونیم 100% قطعی بگیم که اینجوریه، ولی خب درها نسبت ریسک به ریوارد در این دو دسته قطعا متفاوت خواهد بود. خب دلار الان حدود 54,000 تومان هستش و کاهش چشمگیری را تجربه میکنیم. البته یکی از موارد دیگه ایم که شاید تأثیرگذار بود روی بورس امروز، نتایج همون مذاکرات هسته‌ای با آژانس بود که در هر حال بد هم نبود. یعنی حالا من نمیتونم بگم خیلی خوب بود و عالی بود عمل کرده این مذاکرات، ولی بد هم نبود. یعنی خیلی ها این گونه تصور میکنن که مذاکرات پیش نمیره، یا اینکه مثلا طرف مقابل یه بهانه هایی را بگیره یا ایران یه چیزایی قبول نکنه، ولی تو این صحبت هایی که بالاخره دیدم از اون مدیر آژانس انجام گرفت این بود که قرار بر این هست مجدداً دوربین ها نصب بشه در فوردو و تحت نظارت آژانس ایران به فعالیت های هسته‌ای خودش ادامه بده. یه جورایی شاید بتونیم بگیم که بالاخره عقب نشینی ایران هستش از موازی که یه مقدار تند روی جلو رفت و اومد دوربین ها رو جمع کرد، گفتش نه آقا ما دیگه اصلا با آژانس همکاری نمی کنیم و ال می کنیم بل می کنیم. حالا مثلا اینکه مقدار ایران نرم‌تر شده و میخواد این کارها انجام بگیره. همین قضیه باعث عقب نشینی قیمت دلار و پیشروی بورس هم شد. امروز قیمت سکه 29,500,000 هست، قیمت دلار مبادله ای 43,500 که این هم خوب اومد پایین، یعنی حدوداً 1,200 تومان مشاهده میکنید که نسبت به دیروز در دلار مبادله ای افت قیمت پدیدار شده فعلا. اما ارزش معاملات متاسفانه هنوز تغییر چشمگیری نداشته، مانند دو سه هفته پیش که خیلی خوب شده بود. از اول اسفند خیلی خوب بالا رفتن و 10-12 میلیارد 14 میلیارد بودن. امروز 7,200 میلیارد تومان را ثبت کردن و این مقدار فاصله گرفتن به اون روزهای اوج. امیدواریم که بالاخره تو این روزهای پایانی و ابتدای سال آینده این ارزش معاملات هم بالا بیاد. ولی نقطه دلگرم کننده امروز این هستش که خروج پول خیلی کم شد و با وجود اینکه در ابتدای بازار حتی پول هم وارد شد، یعنی نیمه اول بازار پول داشتیم، ولی نیمه دوم جهتی مقدار تغییر کرد و در نهایت 65 میلیارد فقط
از بورس خارج شد، یعنی یه جورایی یر به یر شد امروز. فرار سرمایه از بورس رو تجربه نکردی و این پوان مثبت امروز هستش به نظر من. سرانه خرید نسبت به سرانه فروش حقیقی ها هم یه پوان مثبت دیگه میتونیم در نظر بگیریم که 26 به حدودا 24 میشه در نظرش گرفت و سرانه خرید بیشتر از سرانه فروش هست در بین حقیقی ها. همین قضیه است که خدمتتون عرض کردم، یعنی به نظر من خیلی ها هم کمینه ورود دارن الانه و احتمال داره که بالاخره اونهایی که منتظر هستن در یک موقعیتی مثلا خیلی بیاد پایین شاخص و خرید بکنن از بازار هم جا بمونن. در این مواقع یه همچین مشکلاتی هم پیش بیاد، این رو هم در نظر داشته باشید. در هر حال بیت کوین امروز یه مقداری نسبت به دیروز عملکردش بهتر هستش، خیلی زیاد نه، در حال بازار جهانی دیروز امروز تعطیله، باید ببینیم که فردا به کدوم سمت حرکت میکنه. ریالی بیت کوین 1,213,000,000 کماکان نسبت به تقریبا 40 روز پیش دو برابره ریالیش. 40 روز پیش ما 600 میلیون داشتیم میدیدیم، یعنی اوائل بهمن یا اواخر دی ماه توی همین برنامه ما هر روز بیت کوین رو حتی زیر 600 میلیون هم دیدیم. حالا حدود 600 خیلی وقتی بود ریالیه میچرخید که الان 1,200,000,000 تا به 1,400,000 هم در روزهای گذشته رسید. ارز اولیه قرار داشته باشیم و که قدیر در روزهای پایانی سال قرار عرضه بشه و اما سهامداران خپارس باید منتظر بازگشایی نمادشون باشن و امروز خبر بازگشایی نماد بعد از تقریباً چندین ماه تعلیقی اومده. البته نماد به بازار پایه انتقال پیدا خواهد کرد و احتمال داره که در هنگام بازگشایی یک ریزش شدید و سنگین را هم شاهد باشیم. خب امروز هم حدود 72 نماد در پیشگشایش به صف خرید رفتن در برابر 52 نمادی که به صف فروش رفتن، تقریبا مانند یکی دو روز قبل هست این قسمتش و این طرفش تقریبا از نظر صفحه فروشمون بهبود یافته، یعنی صفحه فروشمون کم شدن، صفحه خریدیام آخر کار تقریبا همون حد بودن 76 تا، ولی اینجا رو هم میبینیم که نسبت به دو روز قبل ما یک تفاوت چشمگیری را شاهدیم. ارزش دلاری بازار 290 میلیارد دلار هستش در حال حاضر و بیشترین پول حقیقی به نمادهای خطوغا، رمپنا و شیراز وارد شده. بیشترین خروج پول حقیقی از فملی، شپنا و بپاس صورت گرفته. همچنین سنگین‌ترین صفای خرید در خزامیا، شپولی و انتخاب بوده. انتخابی که دیروز قرمز شد، ارز اولیه که بعد بالاخره انتظار داشتیم روزهای متوالی سبز باشه دیروز قرمز شد، دوباره امروز صفحه خرید شده و صفحه خرید سنگین. صفحه فروشمون خبونیام، وصالت و قناب هستن همونجوری که مشاهده میکنید. در هر حال به نظر من امروز نمره بورس میتونه قبولی باشه، یعنی حالا شاید خیلی مثبت نخورده بازار و شاخص کل حالا 0.4% مثبت خورده، ولی به مثبتش اصلا کاری ندارم، شرایط کلی بازار رو دارم میگم. همین که بالاخره خروج پول حقیقی نداشتیم، عرض کنم از طرفی چون ما روزایی هم داشتیم اینجا مثلا بورس مثبت میشه و بعضی وقت خروج پول حقیقی هم وجود داشت، امروز این قضیه اتفاق نیفتاد. یا اینکه صف فروش هامون کمتر شد، صف خریدامون حفظ شد آخر کار و عرض کنم خدمتتون که موارد خوبی که نشون دهنده این هست در روزهای آینده احتمال داره که سرمایه گذاری ها در بورس افزایش پیدا بکنه. البته اینم خدمتتون عرض بکنم تقریبا 60% نمادها شاید در حالت ارزندگی قیمت قرار داشته باشن با توجه به اینکه همه چیزها اینقدر رشد قیمت کرده، حتی محصولات همین کارخونه ها هم رشد های چشمگیری داشته ولی سهامشون اونگونه رشد نکرده. خب تشکر میکنم از دوستانی که برای ما کامنت گذاشتن. آیدی کافه خود رو میگن با اختلاف عرض مسافرتی
منطقی نیست که بشه بره ترکیه، چون تور نوروز کیش هم 7 میلیون نیست چه برسه ترکیه. ببینید ما اصلا نوروز صحبت نکردیم آقای دوست کافه خود رو، ببینید ما گفتیم الان نوروز تورها تقریبا دو برابر سه برابر میشن. من گفتم یکی دو تا از دوستانمون همین هفته، یعنی پنجشنبه هفته گذشته گذشت تور آنتالیا گرفتن با قیمت تقریبا 7-8 میلیون و هست الان روی این قیمت ها. حالا 7-8 میلیون هم نباشه مثلا 10 میلیون دیگه قطعی هست 100% هست. اما اختلاف ارز عرض کنم خدمتتون مبادله ای با بازار آزاد چیزی هستش که ما باید حساب کنید. الان 43 نسبت به 54 هستش، یعنی یه چیز حدود 10-11 تومن اختلاف دارن. البته این الان اختلاف کم شده، اون پنجشنبه این اختلاف بیشتر بود، یعنی مثلا 57 تومن بود این 42 تومن بود، 42 نسبت به 57 دیگه ببینید 15 تومن اختلاف قیمتی میشد. و وقتی که شما 500 دلار دریافت بکنید تقریبا 7 میلیون و 500 هزار تومن دریافت میکردین. دوستان ما رو 7 تومن تور آنتالیا پیدا کرده بودن در هر حال و تقریبا سفرشون مجانی شد. الان این اختلاف اگر کمتر بشه خب اون پولی که شما کار میکنید کمتر میشه، مگر اینکه دلاراتو نگه دارین دوباره این بره بالا، اون یه بحث دیگه است. اگر همون لحظه مثلا شما دلار رو بفروشید الان 43500 در برابر 54 تومان حدوداً 10-11 تومانه، یعنی الان یه چیز حدود 5 و نیم اختلافه. بنابراین اگه شما حتی تور 7 تومانی هم پیدا بکنید باستی 1500 روش بذارید در حال حاضر، مگر اینکه خب یا این کمتر بشه یا این بیشتر بشه. و در هر حال در عید قطعا همچین چیزی نیست، بحث ما الان داریم صحبت میکنیم. و سفرهای هوایی گویا 500 دلاره، زمینی 300 دلار. تشکر از آیدی پاتیمار، از آقای سهراب هم تشکر میکنیم و ایشون هم میگن که تو این چند ماه تعدادی از هموطنان ما حالا کشته و نابینا شدن، برای همین 51000 نفری که الان رفتن خودروی خارجی رو همینجوری 500 میلیون ریختن به حساب. که خب قطعا من فکر میکنم این آدما آدمای عادی نیستن، اینا هم در نظر بگیرید. یعنی یه آدم عادی که الانه بالاخره در تکاپو تلاشه که بتونه یه دونه خودروی ایرانی 500 میلیونی را با به قول معروف هزار بدبختی خریداری بکنه که نمیده ایش وقت 500 میلیون بریزه به حساب. یه نفری هستش که بالاخره پول باداورده اومده توی حسابش و حاضرم هست همچی کاری رو انجام بده. خب ببینید بحث هم اینجاست، یه وقتی پول باداورده هم که میاد آدم روش حساب کتاب میکنه، میگه خب حالا این پوله اومد ولی شاید برم یه کاری دیگه بکنم که بازدهی بهتری داشته باشه. اینکه یهو پاشه بیاد بره 500 میلیون بریزه برای خود دوی که اصلا نمیدونه چیه نکه یه کجاست، این مقداری عجیبه. آدی ری ری روحانی را باعث و بانی تورم میدونن که میگن خدا نگذره زد روحانی با این تورم درست کردن و اشتباه کنیم به روحانی رای داریم. البته من بعید میدونم روحانی به تنهایی عامل همچین قضیه‌ای باشه، سیستم اینطوریه، یعنی ربطی به آدمش نداره. سیستمی که الان طراحی شده در ایران اینطوریه دیگه و هر کسی بیاد روی این سیستم قرار بگیره. یه جمله‌ای داشت آقای رئیسی چند سال پیش، گفت خدا رو شکر ما رئیس جمهور نشدیم که دلار یهو بشه 5000 تومان. یادتونه دیگه، نمیدونم 7000 تومان 5000 تومان یادم نیست قیمتش چه قبویه، دلار مثلا از 3 تومن شده 5 تومن. ایشون میگفتش خدا رو شکر که ما رئیس جمهور نشدیم که این گونه بشه. حالا چی میخواد بگه آقای رئیس؟ حالا رئیس جمهور شده دلار از 26 تومن شده بودن مثلا حالا 54 تومن، دو برابر شده، دوباره همون شد که فرق نکرد. اینکه آدمش مهم نیست قطعا، شاید اون آدم یا حتی من و شما بیایم این سیستم قرار بگیم، در رأس این سیستم قرار بگیریم، دلمون نمیخواد که تورم ایجاد کنیم یا به مردم سخت بشه یا کاری انجام بدیم. سیستم اینجوری طراحی شده تا زیر ساختای این سیستم هم درست نشه فایده ای نداره. آدمش مهم نیست اصلا کی بیاد کی بره. شما بانک مرکزی ما رو اصلا بده به دست تیم فدرال رزروی که الان داره خودکشی میکنه، تورم میکنه 2%. یعنی هر هفته ای نیست که اینا نیان حرف بزنن که آقا ما تورممون بالاست باید برسه به 2%، زیر 2%
نمیدونم نرخ بهره رو بخوایم بالا ببریم فلان میکنیم، دائم صحبتشون همینه دیگه، غیر از این حرف نمیزن. اصلا شما بانک مرکزی ایران به اون تیم، مطمئن باشید سال بعد تورم دوباره همین هست، دو برابره. سیستم مشکل داره، اونو اگر که آدم موفق میشه توی اون سیستم، یعنی اون آدمای فدرال رزرو موفق شدن تورم آمریکا رو مثلا حالا از 7-8% شده بود الان بکشونن پایین مثلا به 5-6% و مثلا تا سال دیگه 6 ماه دیگه برسونندش حتی به 2%، آدمش مهم نیست، سیستمش اینجوری طراحی شده و دنبال همچین قضیه هستن. تو کشور ما بانک مرکزی فقط پول چاپ بکنه، یعنی رئیس بانک مرکزی رئیس پول چاپ کنیه، واس وایسه و هر روز یه پولی چاپ بکنه بده دست دولت، وظیفش اینه. حالا هر کسی بیاد، شما آقای ایکس بره آقای ایگرگ بیاد، من یا قبلا آقای همتی نبود الان شوش رو منتقد، در حالی که ماها همون به صلاح بانک مرکزی دست همتی بود، مهم همتی که منتقد شده از دولت فعلی، زمانی که خودش در رأس بانک مرکزی بود دقیقا همین کار رو انجام میداد. جالب اینجاست که اینایی که الان در بانک مرکزی قرار دارن قبلا منتقد همتی بودن، الان همون کار رو دارن انجام میدن. اینه که به شخص نمیشه گیر داد به نظر من، در حال عملکرد روحانی عملکرد خوبی نبود، ولی این نیستش که حالا بگیم همه تقصیرات تقصیر اونه. تشکر از آیدی MS آباد که میگند عید بورس و شاخص بسیار عالی خواهد شد. تشکر از خانم نگار. باز آیدی MS آباد که میگن من تعجب بکنم یه سریا که اگه دولت به من بگه 50 میلیون بده ماشین بهت بدم بعد یه ماه 500 میلیون سود داره، این کارم انجام نمیکنم، این کارم انجام نمیدم. که خب قطعا میگم آدم های عادی این کار انجام نمیدن، بعد ببینیم که اون آدم که این کار انجام دادن چه کسانی هستن. تشکر از آقای سیاوش که حتیشون میگم ما تو گوشیمون چیزی نمیبینیم، یه سری از سهم‌ها رو شما معرفی کنید، مثال بزنیم که خب آقای سیاوش ما هر هفته یه سری سهم‌ها رو داریم بررسی میکنیم و بعداً ورود یا خروج یا خرید و فروشش رو خودتون بایستی تصمیم گیری بکنید. که حالا من توی کامنت های دیگه دیدم که مثلا آقای دانش میگن که به موتور خرید کردن 5% هم تو سود رفتن، خوشحالیم که در حال تونستن سود داشته باشن، ممنون از راهنمایی های مشفقانه شما. و بعد میگن اگه بعد 3 سال فعالیت چیزی در بورس فهمیدم از اطلاعات شما بعد از 2 تا پروردگار بوده، که خیلی لطف دارید شما. ببینید ما سبک کارمون دوست داریم این گونه باشه، یعنی که اینکه من بیام بگم شما برو چی بخر آقای سیاوش، اصلا اینجوری نیست. ما برنامه هر روز میسازیم، هر روز تحلیل میکنیم، نمادها را میبینیم، بازار را رصد میکنیم و بعد تصمیم گیری ها با شماست. دوستانی که توی این کانال هستن تمام افرادی هستن که هر روز برنامه های من را نگاه میکنن و هر روز تحلیل ها را میبینن، در نهایت تصمیم گیری با خودشونه. من اصلا دوست ندارم این گونه باشه. خیلی دوستان اصلا میان کانال میزنن، حتی پول میگیرن. خیلی به من پیشنهاد کردید توی همین کامنت ها، خیلی آقا بیاین کانال بزنید، مثلا حتی تو تلگرام پول از ما بگیرید، اشتراک بگیرید، بعد بگین چه سهمی بخرید چه سهمی بفروش. ببینید میشه اون کار را کرد، ولی من دوست ندارم این گونه باشه. دوست دارم که در حال افراد خودشون تحلیل بکنن، حداقل اگه مخا خریدی بکنن یا فروش بکنن مسئولیتشو بپذیرن. باز مثلا آقای سعید گفتن که ما در بورس ببانیم یا نه. ببین آقای سعید، که تمام کسایی که الان اینجا با ما هستن کسانی هستند که در حال به بورس اعتقاد و ایمان دارند. این که در بورس بمانیم یا نه نیست، اینه که ما در بورس چه زمانهایی بتونیم خرید و فروش کنیم که بالاخره سود بهتری داشته باشیم. یه زمانهایی هم ما مجبوریم سهامداری کنیم و آدمایی که اینجا هستن آدمای صبور و سهامداری خواهند بود در اون لحظات. تمام هم اینجوری هستند دیگه، یعنی سبک کار این شکلی داره جلو میره. اینجوری نیستش که بگیم آقا فقط در روزهای خوب هستیم، در روزهای بد نیستیم، یا مثلا اگر یه وقتی اتفاق مانند سال 99 افتاد دیگه دپرس میشیم، تخته میکنیم، درجا میریم، نمیدونم قهر میکنیم. اینگونه نیستیم اصلا. ما یه سری طرز فکری داریم که میگیم ما به این بازار اعتقاد داریم، در هر حال این بازار با این پایین و بالاهای خودشو داره، بلند مدت بهش داریم فکر میکنیم و کماکان در این بازار هستیم. فقط مهم نقاط خرید و فروشمون هستش که در حال
یه زمانهایی انجام میدیم دیگه. این را هم طبق اون صحبت هایی که چند دقیقه قبل کردم، در حال ما تحلیل ها را انجام میدیم، تصمیماتش با خود شما عزیزان خواهد بود. تشکر از آقای مهدی که میگن تحلیل ها را بر پایه بنیادی هم انجام بدیم، که چشم ما سعیمون بر اینه که هم به بنیادی توجه کنیم هم تکنیکال. برخی از اوقات در حال بایستی بیشتر به بنیادی توجه داشت، برخی از اوقات بیشتر به تکنیکال، به شرایط برمیگرده. تشکر از آیدی آقا سجاد، همچنین آقای حمزه، آقای آیدی نبی میر که انشاءالله هفته آخر سن شاهد رشد مجدد بازار باشیم. آقای سجاد میگن به نظرتون سیو سود کنیم؟ خب دیگه اون بستگی به مقدار سودیه که تو اون نماد به دست آوردین. شما الان توی نمادی مثلا توی همون دو سه هفته سود خیلی خوبی به دست آوردین، میتونید سیو سود کنید و وارد این نمادی بشید که درها رشد کمتری کرده یا جا مونده از بازار. به این صورت بستی رفتار کنید. تشکر از آقای مجید غلامی. آقای مهدی میگن آیا منفی امروز پول بک نمی باشد؟ و در هر حال ببینید، حتی اگر که پول بک باشه تا کجا قراره باشه، این تا کجای مهمه و چه نمادهایی قراره باشه. ببینید ما باید یه برآوردی برای خودمون بکنیم، بگیم آقا احتمال اصلاح یا تا اینجا یا اصلاح زمانی. اگر تا اینجا شد خب پول بک شد تا اینجا. حالا مثلا اگه من این احتمال رو بدم که این پول بک قراره تا اینجا باشه، خب الان خیلی فاصله زیاد شد. ولی این که میگم مثلا پول بک تا اینجا باشه، خیلی خوب، این یه حالتی رو برای من پیش میاره که همین الان نمادهایی هستن که حتی اگر این پول بک تا اینجا باشه، اون نمادها احتمال داره بالا هم بروند. و خب این برآورد ما هستش از آینده که در خرید و فروش ها میتونه تاثیرگذار باشه. تشکر از آقای ابوالفضل. آقای رضا میگن که 50,000 نفر ثبت نام کردن، 500 میلیون گذاشتن واسه خدایی که هیچیش معلوم نیست. خدای حق بدیم به حکومت که نخواد بره، کجا بره از اینجا بهتر. واقعا همه چیز تقصیر خودمونه که خب دقیقا از ماست که بر ماست. تشکر از آقای مهداد، آیدی ساجو جعفری، آقای مهدی صبوحی و بقیه دوستانی که برای ما کامنت گذاشتن. عذرخواهی میکنم چون میخوام برنامه خیلی طولانی نشه، اسامی را نمیخونم. منتظر نظرات خوب شما هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.